سلام بچه ها، به ویدیو خوش اومدین. بریم سراغ آخرین اخبار و حواشی فوتبال ایران. لایک هم یادتون نره. خب در ابتدا از آخرین شرایط مذاکرات استقلال با جوئل کوجو براتون بگم. احتمالا میدونید که باشگاه استقلال هفته پیش یه مذاکرات فشرده‌ای با این بازیکن و باشگاه دینامو ازبکستان که این بازیکن تحت قرار دادشه انجام داد. نتیجه این شد که قرار بود یه توافقنامه سه جانبه بین طرفین امضا بشه تا این بازیکن در تعطیلات نیم فصل راهی استقلال بشه. مبلغ رضایت‌نامه و قرارداد این بازیکن هم تا پایان فصل جمعاً 400 هزار دلار خواهد بود. حالا طبق آخرین اخبار گویا موسیمانه هنوز تایید نهایی رو در رابطه با این مهاجم نداده. کوجو در تیم ملی قرقیزستان بازی میکنه و قراره بعد از بازی ایران و قرقیزستان موسیمانه تصمیم نهایی رو درباره این بازیکن بگیره. اما رضا درویش امروز یه مصاحبه انجام داد و حرفای مهمی هم زد که خلاصه‌شو الان براتون میگم. درویش درباره برکناری محسن خلیلی گفتش که سازمان‌های نظارتی گفتن به دلیل یه سری مشکلات به جای محسن خلیلی از فرد دیگه ای تو آکادمی استفاده بشه. حالا من به شخصه نمیدونم این فساد چی بوده و اگه وجود داشته پس چرا آکادمی پرسپولیس زیر نظر خلیلی یکی از بهترین عملکردهای خودش رو تو این مدت داشته و به لحاظ زیرساختی هم خیلی پیشرفت کرده. درویش در ادامه گفت که رأی پرونده لوکادیا به خاطر یه دلیل غیر ورزشی بوده که منظورش همون شرایط ایران در اون بازه زمانیه. درباره اورونوف هم گفت قرار شده تو فرصت مناسبی با اورونوف و وکیلش جلسه بذاریم تا برای تمدید به توافق نهایی برسیم. اما درویش یه کنایه بزرگ هم به مهدی تاج زد. درویش درباره کاندیداتوری انتخابات فدراسیون گفت هنوز وارد انتخابات فدراسیون نشدیم و قصدش هم نداریم، اما این همه محروم میشیم. اگه قرار باشه بریم و کاندید بشیم دیگه فکر کنم از صفحه روزگار محومون کنن. این صحبت‌های درویش خب مشخصه درباره مهدی تاجه، چون این دو نفر سر افزایش سقف بودجه با هم دیگه مشکل خوردن و این مدت هم جریمه‌های عجیبی از طرف فدراسیون بر علیه درویش صادر شد. یکی دو تا خبر کوتاه هم بگم بعد بریم سراغ اخبار تیم ملی. خب شرکت طبیعت در راستای فعالیت‌های اسپانسری چک 2 میلیارد تومانی در وجه آکادمی باشگاه پرسپولیس صادر کرد. این توجه به آکادمی در باشگاه پرسپولیس اتفاق خوبیه که امیدواریم ادامه داشته باشه. یه خبر عجیبی هم پخش شده بود که خالد آبادی در لیست مازاد استقلاله که باید بگم شایعی بیش نیست و به هیچ وجه صحت نداره. اما درباره تیم ملی ایران، خب 29 آبان ملی پوشا برای بازی هفته ششم در مقدماتی جام جهانی باید به مساف قرقیزستان برن. تیم ملی بعد از بازی با کره به ایران برگشت، اما مهدی قائدی بازم به علت مشکلات شخصی ایران نیومد. جالب اینجاست همسر سابقش هم اون سری استوری گذاشت و نوشت مشکلات مهدی مربوط به من نمیشه و داستان یه چیز دیگه است. اما علی پروین در رابطه با تیم ملی امروز مصاحبه کرده و گفته تیم ملی مقابل کره شمالی بد بود، البته 3 امتیاز رو گرفت ولی خوب بازی نکرد. خوشم اومد که قلعه‌نویی هم گفت که تیم ملی عملکرد بدی داشته و این موضوع رو تایید کرد. در ادامه پروین گفت ورزشگاه آزادی 4 ماه دیگه هم آماده نمیشه و واقعا باید تأسف خورد. پروین درباره عملکرد تاج در AFC و پس گرفتن میزبانی ها هم گفت من سیاسی نیستم و به این چیزا کاری ندارم و شب بخیر. اما جواد خیابانی هم یه مصاحبه آتشین درباره تیم ملی داشته و به هیچ کس رحم نکرده. از قلعه‌نویی گرفته تا مدیریت و بازیکن‌ها به همه‌شون انتقاد کرده که بریم با هم ببینیم. فقط قبلش اگه تا اینجا همراه من بودی ممنون میشم که با لایک هاتون از ویدیو حمایت کنید. ببین آقا علی، شما مربی تیم ملی هستی، یعنی تیم مردم، یعنی تیم ملت، یعنی تیم کسانی که دارین برنامه رو میبینن، تیم کسانی که میان استادیوم تیمتون رو تشویق میکنن. 86% این ملت نظرشون رو همین جوانسازیه هستش، حالا با هر شیبی، با هر مهندسی به نفع تیم ملی باشه، ولی به شکلی باشه که توجیه باشه، به شکلی باشه که این سوالات که آقای خیابانی میپرسن که قاعدتا سوالای خیلی از کارشناسا و مردم هست بشه پاسخ داده بشه دیگه، تعویضا توجیهاتش مشخص باشه. ببین مربی اشتباه میکنه اماد، اصلا مربی اشتباه میکنه، عمیقاً اشتباه کرد، تعویض اشتباه کرد، تیم کادر فنی شد اشتباه کرد، در مربیگریشون اشتباه کردن، بپذیرن که اشتباه کردن. خب
حالا میگیم آیا همین اشتباه اگر در جام تیم رفت جام جهانی دیگه شکی نیست که تیم رفت جام جهانی، اصلا بگیم دیگه ما که رفتیم دیگه جام جهانی دیگه بقیه خودشون میدونن چیکار کنن. خب تیم رفت جام جهانی، حالا آیا این تیم با این دفاع میتونه صعود کنه؟ نه، من میگم نه نمیتونه صعود کنه. این تیم با این دفاع میتونه اونجا آبرومند بازی کنه؟ نه نمیتونه بازی کنه. اونجا دیگه مهاجم ناشناس کره شمالی نیست که تو گیرش بیاد ترس و بلا توپو بزنه بیرون. اونجا دیگه فوروارد درجه یک دنیاست. اونجا دیگه هریکینه. مگه نزدن به اون 6 تا؟ چجوری زد انگلیس به اون 6 تا؟ به همین خاطر چجوری چه اتفاقاتی در دوران گذشته افتاده سر تیم‌ها که همین تیمی که الان در این تیم در درون این تیم گروهی هستن که میگن فقط ما باید باشیم هیچ کی وارد نشه 6 تا خوردن از انگلیس. خب بس دیگه. من غیر از اینه جوابم هست. جواب مردم مشخصه. 86% از بینندگان این برنامه دارن میگن که آقا تیم باید جوان بشود. نه همین الان، بلافاصله نه اماد. کی الان داره میگه که اماد جان همین الان همه تیم بره بیرون یه هوی همه تیم جواب بشه؟ نه قاعدتا با یک سیستم و با یک چی بعد این اتفاق بیفته؟ ماشاءالله همتون که به ثروت عالی رسیدید، بازی میکنید که به ثروت برسید، همتون که ثروتمندید، بازی میکنید که به افتخار برسید، همتون که با افتخارید. حتی یه مدال برنزی هم ندارید دیگه، خودتون میگید ما نسل برجسته فوتبال ایرانیم. شما که میگید بهترین نسل فوتبال ایران هستید، خب آقا اینو بهترین نسل فوتبال ایران به خاطر کشورت، به خاطر سرزمینت، به خاطر ملتت، به خاطر 86% اصلا آمار بگیرید، یه رای گیری عمومی بذارید، سایت های مختلف همه رای گیری بذارید، آقا آیا با این تیم ملی موافقید؟ اون وقت ببینید کیا مخالفت میکنه. مردم مخالفت میکنه. چرا وقتی که بازی میشه برای تیم ملی 20000 نفر میره استادیوم؟ و مردم دوست ندارن تیم ملیشونو. من میخوام ببین، یادم میاد دوران مثلا 20 سال پیش ایران با بنگلادش بازی میکرد تو آزادی، 90000 نفر جمعیت میرفت تو استادیوم. مردم دوست داشتن تیم ملی کشورشونو. الان تیم ملی رو میخواد امارات مثلا تو تهران بازی کنه، چند نفر میان تو استادیوم؟ من بهت قول میدم بیشتر از 50000 نفر نخواهن رفت. اگر همین شکل بشه، اگر تیم میخواد مردمی بشه، برای اسمش هم روشه دیگه، تیم ملی فوتبال، تیم مردم ایران، تیم مردم باید همشون توش باشن. دولت اونم دولت وفاقه، تیم ملیمون تیم نفاقه. تیم ملی داره نفاق ایجاد میکنه، داره دورستگی ایجاد میکنه. یه سری بازیکن رو گذاشته یه طرف، میگه اینا فقط سوگلی های منن، یه سری بازیکن که عالین تو لیگم بهترین بازی میکنن بازی نمیکنه. چرا؟ امیر قلعه‌نویی جواب بده. من فقط سوالم همینه. آقای قلعه‌نویی ما دوستت داریم، اصلا هم نیا به اون که خیابانی دوباره با ما در افتاد، تلویزیون با ما در. نه به خدا اینطوری نیست. من دست و پا میلرزم برای تیم ملی کشورم حرف میزنم. من پاهم یخ میزنه تمام بازی رو که گزارش کردم. همون بازی گذاشت که هم داشتم واقعا آخرش گفتم من مردیم تا بردیم. من دوست دارم تیم ملی ببره. کی میگه من دوست دارم تیم ملی ببره؟ من همیشه دوست دارم پرچم کشورم بالا باشه. سیاه خب خیلی ممنون آقا جواد. ما یه سری سوال و یه سری مطلب هم هستش تا زمانمون هنوز باقی است ادامه بدیم. یکی در مورد این هستش که آقای لیموچی رو به تیم ملی دعوت کردن. خبری هستش که دیشب اومد با توجه به مسئولیتی که محبی داشته. فکر می‌کنم این به یه نوعی میشه گفت حالا همون جوانگراییه. خب لیموچی که بازیکن بسیار خوبی هم هست، تصویرش رو میبینیم و شما نظرتون؟ لیگ خوبی رو پشت سر گذاشت، به تیم خوبی هم آمد، تو این تیم هم خوب جا افتاد. یکی از دلایل اصلا موفقیت سپاهان در سال در همین دو سه ماه اخیر مهدی بوده. واقعا اینجا هم از امیر تعریف کنیم، نشون بدیم که ما عقده‌ای نداریم، ما مخالفتی با شخصی و غرضی شخصی با امیر نداریم. امیر جان این کارت هم خیلی خوب بود، اما اگر محبی مصدوم نمیشد بازم می آوردیش. از این جوونا زیاد داریم تو فوتبال امیر جان، از این جوونا امیر خان قلعه‌نویی زیاد داریم تو فوتبال. بیار آرام آرام به تیم واردشون بکن که در جام جهانی ما با این تیم کهنه‌کار، با این تیم کهنسال نمیتونیم دوام بیاریم. ما در مقابل کره ای که جون گرفت، انرژی گرفت، کم آوردیم، یه تیر دروازه کمکمون کرد، یه وقت اضافه کمتر از دو سه دقیقه اگر گرفته میشد دیگه کمکمون نمیکرد، شاید گل سوم میخوردیم از کره شمالی تو اون شرایط سخت. اما این جوونا توان دویدن رو دارن در مقابل بهترین های فوتبال دنیا. این جوونا باید تجربه کسب بکنن دیگه. آریا یوسفی کجا داره تجربه کسب میکنه؟ تو همین بازی ها دیگه. آریا من مطمئنم که دیگه اون اشتباهی رو نمیکنه که به خاطر پرتاب دیر اوت کارت زرد بگیره. اینجا هاست که باید تجربه کسب کنن دیگه. این جوونا رو امیر خان بیارشون تو تیم، آرام آرام تو تیم واردشون بکن. همه مردم موافقن که تیم ملی باید حتما رو به جوانگرایی برود. با احترام تعظیم
به سردار آزمون، تعظیم به مهدی طارمی، تعظیم به شجاع خلیل‌زاده، به همه یادش نمیره خدمتی که خدمتی که به تیم یادش میره، افتخاراتی که مهدی داشته، یادش میره افتخاراتی که سردار داشته، یادش میره صحبت‌ها ربطی نداره یا خدای نکرده نفی اون بازیکن‌ها و خدمات اونها و هنرنمایی‌های اونها نیست. اصلا اینطوری نیست، ولی هدف ما برقراری یک تیم منسجم در دولت وفاق در کشوری است که دوست داریم سرزمینمون قوی و قدرتمند باشه و در جام جهانی اونم تو خاک آمریکا بدرخشه.